أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وأنت خير الفاتحين پروردگارا در زندگی ما کشایش عطا فرما ماها را برای راست هدایت کن این شبا را برای ما مبارک گردان پروردگارا ما را از مکر دنیا و مکر زن برنامه های شیطان و مکر دوست و مکر دشمن نگهبان باش عاقبت کار ما را به خیر و ایمان ما را به سلامت گردان بعد از برآمدن این مکتب رمضان هر یکی ما را مسلمان کامل گردان هر یکی ما را نفرای ارزنده خودت گردان ما میدانیم او بندگی را که تو وصف کردی ما حق او را اجرا کرده نمیتونیم اما از رحمت تو امید داریم خداوند همه ما را جامان جنت گردان از سبب نادانی پیرو به نفس حیوانی و شیطانی ما گناه های زیاده داریم یا الله گناه همونه بخش ربنا تقبل منا اینک انت السمیع العلیم و توب علینا اینک انت رؤوف الرحیم آمین 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 یا رب العالمین و اقله یوم کمترین روز اعتکاف یک روز بوده است کمترین روز اعتکاف یک صدقه بوده است یک روز فیقضا من قطعه فیه کسی در همین یک روزه که اعتکاف ششتگی ای با همین را قطع کنه و بیرون برایه و عملی ناشایسته کنه همون روزه اعتکاف شا قضا می دارم ولا یخرج منه الا لحاجة الانسان هیچ کس از جای اعتکاف ششتگیش بیرون برامده نمی تونه از محدود مگر به حاجت انسانی که اگر پیشابش گیره اگر ما با دویا که شیطان فندش کنه اگر برای حاجت خانه و طهارت و آبازی باشن برای این سبب از جای اعتکافش برآمده رفته میتونه اول جمعه بعد برای نماز جمعه هم از اعتکاف برآمده میتونه بعد از زوال آدمای در خونهشون اعتکاف میشنن یا در مسجدهای پنج وقته محله میشینن که در اوج جمعه خونی نیست بعد زوال در آمدن میتونه همون مسجد بر آمدن برای ادای جمعه نماز جمعه خانی روان و من بعود منزله کسی را اگر منزل و مکانش دور باشه فوقتن یدریک و از روی وقت درک کنه که همین وقت من میرم چهار رکعت سنتی پیشین جمعه را قطی فرضش دریاب میکنم سنتاش قطی انمی وقت انمی قوقت جدا میکنه با میبیای خیلی نگه باید ساعت نو بیا چخشخ کرشینا این خیلی که ساعت ده بیایی با صحبت کرده شین مسجد ها نه همون که وقت جدا میکنه که همین ده رکعت نمازی هست انا همین قرار دیراب کرده تونه همین را خوند و با گشته تیز مسجد اعتکافشتگیش میبیو زیرا که اگر یک حرکت دنیایی کنه اعتکافش فاسد میشود و یصلی سنن ولا یفسد بمکثه فی الجامع اکثر منه همین خیال گمان کنه که من سنت های جمعه را دایره میکنم قطی فرضش انا می خیال وقت جدا کنه میگه همین قبا ثواب نزدیک ای ولا یفسد بمکثه فی الجامع اکثر منه اعتکاف فاسد نمیشه در مسجد های جمعه خانی اگر خیلی بسیار تر هم است برای که فضیلتش بلند ای ای مسجدی خوردی محله برای یا ای خونهش بیای مسجد جمعه خانی کلام باشه در درونی و اگر ایست و ذکر کنه و نماز خونه گوه خیلی زیادتر ایستم تا عصر این حالت نمیگه اعتکاف فاسد نمیکنه برای مسجدهای جماعت و فضیلتش بلند دهی اگر بیای بیستن در این حالت اعتکافش فاسد نمیشه و این خرج ساعتا بلا عذرین فسده اگر به عذر یک ساعت ای جای اعتکاف ششتگیش بیرون برای به عذر اعتکافش فاسد میشه بعد عذرش معلوم باشه چی نمی برای یا طهارت یا غسل یا جمعه رفتن یا اگه مسئله شرعیه که در بالای سرش می بیه مثلی جنابت شدن شیطان مقصد اگر فندش کنه و یاکلو و یشربو و ینامو و یبیعو و یشتری فیهی بلا احزار مبیعین فیهی در مسجد میخره مینوشه خواب میکنه خرید و فروش میکنه لیکن خرنده و فروشنده ها را با در مسجد دعوت کرده نمی بیاید
با مکتوب با یگان وکیل یا امروزه با همو تلفن هم خرید و فروش کرده میتونه. اما ای خیل نکنه که با بار همیجا بیاره و هم اعتکاف شینه و دیجا از سال دیگر ما سوداگری کرده شینه. این درست نیست. اگر که بعضی سوداگرها همینه بسیاری آدم ها سوداگرها نبینه همه ای کار اول هم دیدگاه پول نگاه میکنن. همین میدرونه که همجا چی فایده میگیرم. ای خیلی نشوه میگه برای همین میگه این بیعود حق نداره ایره. لا غیره غیر اعتکافچی ها هیچ کس نداره حق نداره مسجد جایی خرید و فروش کنم. او اعتکافچی وقتی که میشینه میبیا در داخل مسجد او ده روز بیچاره دیگر نیت کرده واجبه تجارت چند میمونه. بنابر این سبب با واسطه وکیلاش خط امروزه تلگرام و تلفن ها میتونه که تجارت چند پیش بردن گیره. لیکن گپ دنیا نمیگه فقط نرخ سوداش میکنه و خلاص. اینجا حاضر نمیکنن کالا و متریال و متاش یا سوداگرها را در اینجا کاری خدا موندگی با کاری دنیا شد. بینی خیلی نه فقط ها نمیگه و خلاص. ولا یصمت ولا یتکلم الا بخیرین خب نمیشینه گپ هم نمیزنه مگر گوزه در قرآن حدیث میگه. مگر گوزه چی گپ میزنه؟ قرآن حدیث. گپ دنیا نه صحبت دنیا نه نه خب میشینه نه گاو میزنه. اگر گاو زد فقط گپی خیر میگه نصیحت میگه پند میگه تا این که خدا عبادت چه فاسد نکنه. گپی دنیا درست نیست در اعتکاف. و یبطله الوطء ولو لیلا او ناسیا و وطئه فی غیر فرج او قبلة او لمس ان انزلا. باطل میشود اعتکاف و پررگی رسوا میشود اعتکاف همش از بین میرود ثوابش باطل میشود. اعتکاف بودنش نمیمانه در وقت اعتکاف اگر زنش قتی هم بیسر شود. رنگ حج که پیش عرفات وقوف کردن اگر حاجی با زنش هم بیسر شود حج باطل میشود. ایسار دیگه قضایی میدارد. آدم اعتکاف شین هم امینه زننده هیچ محل نزدیک نمیشه. اگر علاقه کنه با آیلش با پررگی چی میشده؟ اعتکاف باطل میشده. اگر شب هم باشد ناسیان فراموش خاطرانه که ایادش برای کنه اعتکافش باطل میشود. اگر از یادش می برای ما بودا بعضی آدم ها رو خانه هاشون با مسجدان از یک چسبیدگی هم می درای از یادش نبرامده یک همی کار رو میکنه از یادش می برای از یادش برامدگی هم باشه اعتکاف چی میشده؟ باطل میشده. و وطعه فی غیر فرجین اگر زنک مقصد آغوش هم کشه کاری اساسی رو هم نکنه و انزالی منی شوه در کاری اساسی هم که مقصد کردگی نباشه انزالی منی شوه در این حالت هم اعتکاف چی میشوه؟ باطل میشوه. او قبلتون او لمس او لمسون اگر زنک یک لمس دست زنه و مال بدنش قبله بوسه کنه این انزله اگر مبادای انزالی مزی شوه در این حالت هم اعتکاف چی میشوه؟ فاسد میشوه. و الا فلا اگر انزالی مزی نشوه مقصد آغوش کشه بوسه کنه و آغوش کشه و هیچ بدنش بیدار نشوه این حالت اعتکافش در چی هست؟ در جاش هست. لهما ما روی ابو داود من حدیث ابن مسعود نزد ما حنفی ها روایت بود از امام ابو داود از حضرت عبدالله ابن مسعود قال لنا رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا برای مایان گفت اطلبوها لیلت سبع عشرت من رمضانه. ای امت من طلب کنی شب 27 رمضانه در اعتکافاتون شخص سخت طلب کنی شب و لیلت 21 شب 21 شم تاکید کردی طلب کنی و جستجو کنی و لیلت 23 شب 23 شم حضرت تاکید کردن که سخت بسته. ثم سکتا بعد از این حضرت خاموش ایستادن. از این حدیث معلوم میشه که همین 3 شب فضیلتش در اعتکاف و فضیلتش در شب قدر بلندتر بود است. یکی شب 21 یکی شب 23 یکی شب دیروز گذر 27. این حدیث ابو داود روایت کردگی بوده است. امام بیهقی هم در شعب الایمان روایت کردگی بوده است. ولی ابی حنیفه ما رواه ابو داود عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسمع عن ليله القدر. حضرت امام ابو حنیفه صاحب مذهب ما روایت از امام ابو داود کردگی بوده است. قول عبدالله پسر عمر رضی الله تعالی عنه بوده است که پرسیدند گو ما رسول اکرم صلى الله عليه وسلم شنید پرسیدیم و خودم شنیدم از شب قدر
گفتم حضرت شب قدر چیگونه شب از برای ما بیان کن کدام شب ای؟ حضرت در جواب گفتن که فی کل رمضان 30 روز رمضان است. از این هم دلالت می شود که خوشا به حال انسان هایی که می 30 روز اعتکاف کنند. این روایت هم در ما بود است که حضرت امام ابو حنیفه حدیث هم روایت کردن از قول عبدالله ابن عمر، حدیث ابو داود، عبدالرزاق ابن ابی شیبه هم حدیث روایت کرده که بوده است کل رمضان شب قدر بوده. الحمدلله کل رمضان شب قدر بوده است. و اقله یومون فی الواجب، یک شبانه یک روز در مذهب ما اعتکاف حساب میشده. واجبش یک شبانه یک روز بوده. میتونیم که 10 شبانه و 10 روز هم شینیم، کمترینش چند روز بوده است؟ یک شبانه و یک روز. آدم میتونیسه که یک سوتکن اعتکاف شینه. و فی النفل، در نفل هم همین روایت از حسن ابن زیاد بوده است که و شرط ابو یوسف اکثر النهار، نزد امام ابو یوسف گفته روز هم باشه می شود، شب داخل نمی شود. ای سحر بامداد تا شام همی خمشینه گفته می شود. و اما علا قول روایت الاصل، اما روایت های قوی که حضرت امام محمد و مذهب امام شافعی هم بده است، و اقل ساعتا ولو من اللیل، گفته نه یک ساعتی از روز باشه خوبتر شو ششینم، برای که لیلت القدر شب قدر دهی کارو میکنم. نظم عذب امام شافی امام محمد اگر گفته شما یک ساعت ای روز هم گیره به شو پیواست که نگفته فضیلتش همین قنباشه می شود. الحمدلله انسان هایتا 10 روز می شنن چقدر فضیلتا، همین قشم شنن کفایگی میکنن. و اقل و ساعتا ولو من اللیل، قسمتی از علماء گفته سیان فقیح ها که یک ساعت ای روز هم باشه پشمانده کل شب باشه گفته ای همون اعتکاف حساب می شود و بهی یفتا، همین قدی فتوا بوده است. اما از جهت که فقهای ما در زمان ما همین جمع کردن گفتن، شما این را نقض دانین که حتی که منجم ها امروز 24 ساعت معلوم کردستین، اما قول اصح همین بوده است که کسی روز گفت نه روز قطی شوش با پررگیشی نگفته انا این با ثواب نزدیکه، همین بامداده که در آمد تا بامدادی پگشم انا این با ثواب نزدیک بوده با یک سوتکه می شده. نزد امام ابو یوسف، نزد امام محمد، نزد حسن ابن زیاد، نزد علما ها مقصد بس، اما قول اصح و مرجح، قولی که او رجحان داره، رجحان معنیش که قول خیلی از این فتوا قوی تر، نزد فقه حضرت امام ابو حنیفه شب قطی روزش یک سوتکه، چند یک سوتکه از این بامداد به این بامداد که 6 وقت نماز گفتیم، مثلا ای بامداد تا خفتن 5 می شود، بامداد من این سحری 6 نماز می شود، اگر همین قدر شینن با ثواب خیلی نزدیک های یک روزش از اعتکاف همین خیلی ثواب می شود. یا آدم می تونه 2 روز شینه، یا آدم می تونه 3 روز شینه، یا آدم می تونه کل شینه، لیکن سنتی مؤکدش 10 روزی آخره کلش. فیقضی من قطعه ای الاعتکاف، یعنی پس قضا می دارد هر کسی که اعتکاف قطع کنه همون شبان روز همون روز دور آمده حالی بیگر نشده یا همون روز پره نشده چیکار کرد؟ همون را قطع کرد، یک کار قدی بر آمده از سبب قطی ای فیزال کلیم در همین روز. ولا یخرج المعتکف منه ای من المسجد، آدم اعتکاف شین باید ای مسجد بیرون نبرای که اعتکافش فاسد می شود، الا لحاجت الانسان، مگر از برای حاجت انسانیت و هی البولو، یکمش پیشاب بده بخاطر پیشاب اگر حاجت خونه رو اعتکافش هیچی نمی شود. والغائیت به سبب مقصد که تارت شکستنی کلان اگر رو این حالت اعتکافش هیچ نمیشه. ولا یمکث فی منزلی بعد فراغی من طهوره لان ثابت بالضرورتی مقدر بقدرها لما فی الکتب ست عن عایشه رضی الله تعالی عنها، یعنی بای خلیس اگر که تارت شکنی خونه میرون گفته و بعد خونه می گفته به زیاد چینم همی تارت چه ادا کنه و کنه در حال بیایه مگه، زیرا کتاب های ششگانه اهل حدیث قولی مادرمون عایشه صدیقه را دلیل آوردیان که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اعتکف لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان، عایشه مادر مود پیغمبر خدا اعتکاف میشیشتن خانه یگان ته زن هاشون نمیدر آمدن مگر برای حاجت انسانی یا سرشونه کنی یا مقصد حاجت خانه درایی یا طارت کنی می اومدن میکردن و در حال گشته میرفتن. سنت شمینه این خلنه که به خانه درویشینی نه، این خیلی نمی شود. وقتی اعتکاف که کردی همه حاجت ادا میکنی و گشته میبیایی.
اول جمعه لانها من اهم الحوائج، که از مهمترین حاجت های عالم اسلام اینه که هر مسلمان باید جمعه خونه، ای خانه اش، ای مسجد پنج وقته محلش اگر برآمده نماز جمعه می روه، بعد از زوال خطاب شریعت برای واجب شدن همین است که وقتی که به سوی مسجد جامع می روه، خانهش نزدیک یا دوره، اگر بعد زوال برای قیام در نزدیک حالت در برای که قریب اکنون از آن قامت نزدیک ای برای به سنت نزدیک بده، همین خیل فکر کنه که چهار رکعت سنت در میابم، فرضش در میابم، بعدی وش سنتاش در میابم، انمی قوقت جدا کنم اگه بای خونش برای پیش ای این نبرای همین خیل مسجد بیایه که سنت دریاب کنه و بعد از او چی شوه خطبه شوه، یک ساعت دو ساعت پیش نبیایه که مردم خیلی صحبت کرده شینه، انا میخیل میگه ای خونش خارج شوه نماز خان و تیز و جاش گرده با به سنت نزدیکه، اگر نگشتن مسجد جامعه ها شینه اعتکافش فاسد نمیشوه. و من بعد منزله فوقتا ای فیخرج وقتا، هر کسی که منزلش بعد دور بود، فوقتن فیخرج وقتن، یا وقت در خانهش می برای که یدریکو ها ای خانهش می برای میگه درک میکنم جمعه را انشاءالا ده دقیقه پانزه دقیقه پس ما دریاو میکنم، همین خیل برای و یسلی سننن اربعن قبله ها، چهار رکعت سنت پیش ای جمعه را دریاو میکنم، گفته برای در این حالت همین قدر به ثواب نزدیک ای، همین قدر به سنت نزدیک ای. ولا یفسد اعتکافه، اعتکاف فاسد نمیشود، بی مکثی فی الجامع اکثر منه، یعنی به ایستادن در مسجدهای جمعه خانی که اون بسیار در همو جا ایست اعتکافش فاسد نمیشود، مما ذکر چخلی که صاحبای فتوا گفتن لانه موضع اعتکاف، زیرا که مسجدهای جامع مکان اعتکاف هست، در اخر مکانهای مقدس ایستن هیچ محل اعتکافش فاسد نمیشود، الا انه التزم الاعتکاف فی المسجد فالاولا الله يفعل شيئا من اعتكاف غيره الا من ضروره، اگر در کجایی که نیت کرده باشه اعتکاف شه که من همون مسجد میشینم، خوبترش لازم گره همون مسجد شه، جمعه شه که خان در یک مسجد نیست چپ سر گشته بیاید تسر بیاید در همین جا است، مگر ضرورت یکی اگر بیمار شه و دندانش در کگون ضرورت برای میلش به سبب ضرورت ها، لیکن نباشه می تمام شد در حال جای نیت کردگیش بیای میگه اولا همین خوبتر همین آی. والخروج لجمعه فيه خلاف مالك و شافعی، و بر آمدن به سوی جمعه امام مالک و شافعی خلاف کرده که بدین ان فلهما ان الخروج ضد اللبث فيفسد الى في ما تحقق الضروره فيه، امام شافعی امام مالک گفته یخی که معنی اعتکاف چه لبس گوشه شینی در یه جا ششتن در یه مکان استادن، وقتی او میبرای بسوی جمعه میره و گفته اعتکافش فاسد میشود، اینجا ضرورت نیست، اکنون باید کوشش کنه که در یک جای روش نه که جمعه خونده میشود، باید در جاش نه جمعه، اینو با سختر خبیدین که مسجد های جمعی در آنشینم که برای جمعه برای میکاروش نبرای اختانه همه نغز میدونه این ضرورت ها. یک از کوچه میبرای بیگه به صحبت نمیشه و اعتکافش حیف نکنه، شافعی ها و مالکی ها سختر خبیدیم. و یمکن او اعتکف فی الجامع فلا ضرورت له فی الخروج، ممکنه که در مسجد های پنج وقته نه و جمعه خانی شینن در اوجه محتاج نمیشن به سوی برآمدن، درونی عمود میشینن و جمعه شان عمود جدا میخوانن. ولنا انا که با فتوای خود ما نمیم بده است که بحث و مناظره با در مذهب خمو سر میشوه که نه باکی نداره، اگر برایان خب بودم رفته بیاین و مذهب ما خیلی مذهب تحملی هست، روان بیان میگه اجازت هست، با خدا اگر تقدیر کرده باشه و عجل امان تا وقت باشه با از فتواهای معتبری مذهب من با درباره اعتکاف میخونیم. خواب کردن در وقت اعتکاف در مسجدهای جامع درست هست، در وقت اعتکاف نوامجا خواندیم که مقصد اگر ما بادایی که خواب کرد در همین جا خور منه، و یشربو و ینامو، خور خواب رو و نوشه، یبیعو و یشتری، خرید و فروش کنه، لیکن که بزیاتی نه همی خواه این اجازت ها به حاضر کردن او سوداگر و معلومت ها، اما اگر اگر وکیل قد اگر چی خطی کنه درست ها، البته با خواب رفتنش هم سنت رسول اکرم ها صلی اللہ علیه وسلم. این بود درباره بابی اعتکاف. خیلی دعا میکنیم پروردگار ما را برای راست هدایت کنه، از آفت بلا کلفت خدا ما را نگهبان باشه، عاقبت کار ما را خدا به خیر و ایمان ما را به سلامت کنه. آمین یا رب العالمین. صفاتون را راست گیره و